سلام دوباره تقدیم می کنیم و به بخش سرخط برنامه بامداد خوش آمدین امروز در رابطه با ولایت فرا می خواهیم صحبت داشته باشیم و مسدود شدن مکاتب در ولایت فرا با جناب کبیر حقمر رئیس نشرات وزارت معارف افغانستان اینجا با ما هستن اگر شما هم سوالی دارید می تونین که سوالات تان مطرح بکنین آقای اکمل سلام صبحتان بخیر خوش آمدید صبح شما بخیر تشکر خب از همکارای ما هم خواهش میکنم که میشه که شریک بسازند سایت خبری تلو نیوز با ما اگر امکان داشته باشه بله آقای اکمل میریم به طرف سایت خبری تلو نیوز و دیشب هم گزارش نشر شد که وزارت معارف افغانستان مکاتبی که در ولایت فراب و در سراسر سر از اینا تعطیل شده میشه که در رابطه با امین موضوع صحبت های داشته باشه شما میفهمین متاسفانه هفته گذشته ولایت فرا شدیدا ناامن شد و جنگ و درگیری ها صورت گرفت در مرکز ولایت با آنکه با قربانی نیروهای ملی امنیتی افغانستان وضعیت فعلا به حالت عادی برگشته ولی همو ترس و حراس بین مردم وجود داره ما دیدیم مکاتب به حدش که باید شاگرد می آمد نمی آمدند. یک نوع حراس بین شاگردها و فامیل ها و حتی استادا موجود بود بنابراین رهبری وزارت امارات تصمیم گرفت که الا بعد از تمامی مکاتب در ولایت فرا رخصت باشد به خاطر از اینکه اول جوزا که دیروز بود امتحانات شروع می و به حدی که ما غیر از ریا داشتیم و ترس بین شاگردا بود امتحانات ما ناقص پیش می رفت از همین خاطر ما گفتیم که روزهای امتحان جمع رخصتی های تابستان هر دویش شاگردان رخصتی بکنند تا که پس به خانهایشان برمیگردند تا که به حاضریشان رسیدگی بله. کرده میتونند بعد از این انشاءالله ما میریم پس به طرف مکاتب و امیدوار هستیم که صبات بهتر باشه و ما بتانیم که یک روند خوب امتحان و آموزش اثر بگیریم بله. میخوایم نقل قول از صحبت های خودتان داشته باشم و چند روز پیش هم در یکی از سایت های خبری مصاحبه ای داشته و در اونجا هم اشاره بر کرده بودیم که طالبان در نهادهای آموزشی سنگر گرفته بودن و آیا در نتیجه درگیری ها به مکاتب در اونجا هم خساره رسیده؟ من به شکل متواتر در تماس هستم با همکارای ما در ولایت فرا دو سه روز بعد از او موضوعات و یک جمع آمد باز همکارای ما در مرکز دیدن مکاتب حد اقل چهار مرکز آموزشی ما بسیارا شدیدا متضرر شده و ایران شده سنگر گرفته شده بود اونجا و درگیری ها صورت گرفته بود و یک بار دیگر ما را به یاد از این انداخت که متاسفانه تا به حالی هم در افغانستان مکاتب و مراکز تعلیمی و محلات ملکی من حیث سپر یا من حیث سنگر استفاده میشن ما نگرانی از این حالت بودیم و در پهلوی از این نگرانی, نگرانی،, نگرانی حالت شاگردها و استادا بودیم از همین خاطر مکاتب رخصت کردیم بله آمار در دست است که در ولایت فرا چند نهاد آموزشی به شمول چند مکتب ابتدایی و چند نهاد تسلی و معلمین در اونجا فعالیت دارد ما یک دارالمعلمین عالی داریم در بلی. مرکز که متاسفانه شدیدن خسارمند شده بسیار شدید یک انستیتوت زراعت داریم که او هم بسیار شدید ناامن شده در کل ما حدود 410 مرکز آموزشی داریم که حدود 86 85 تنها دخترانه هست و حدود 26 هم مشترکان بین دخترها و پسرها ازش استفاده صورت میگیره و در کل حدود 1500 شاگرد داریم ما در ولایت فرا فرا یکی از ولایت پر هست یکی از ولایت بزرگ و کلان هست و خوشبختانه مردمش هم مانند سایر نقاط افغانستان با علم و با مکتب دلچسپی و علاقه دارند بنا ما جدا متوجه حالشان هستیم و به خاطر ازمی هم ما بسیار محتاطانه قدم برمی داریم که شاگردهای ما در حالت خوب در فضای خوب و در شرایط خوب به درستشان رسیدگی کرده بتوانند ان بیننده ای که بیننده هستن میتونین که سوالات تا در رابطه با معارف افغانستان سوالات تانه مطرح بکنین جناب کبیر حکمل اینجا با ما هستن تا با پرسش های شما هم پاسخی داشته باشن آقای حقمل تا چه زمان مردم فرا و باشنده های فرای ما شاید عزی باشند که درهای مکتب برایشان بسته هست و دوباره باز میشه آلی خوب درس ها ختم شده درس های چار... ماه اول باید امتحانات می بود و به خاطر از اینکه همه به امتحانات رسیدگی کرده نمیتونستان ما امتحانات به تعویق انداختیم بعد از امتحانات شما شاید هستین که مثلا ما نظر به هوا 15 روز الی 20 25 روز رخصتی میتیم او رخصتی را پیش رو آوردیم امتحانات را پشت سر بردیم ان شاء الله ماه رمضان رخصت هست بعد از این متصل ما شروع میکنیم مکاتبه و از شاگردان خواهش ما می است که دروسشان بخوانند بعد از رمضان امتحاناتشان هست و متصل بعد از امتحاناتشان دروسشان آغاز میشه بنا یک فاصله طولانی نداریم و فعلا شرایط در حالت بهبود است شما هم روزه اخبار می در فضا در صفات اجتماعی هم احوال ولایت فرا از لحاظ فیلم و تصویر و متن انداخته میشه شرایط خوب هست ان که همه مردم پس بیان خصوصا در شهر ما که با ماوین صاحب معرف صحبت کردم میگن بعضی مردم از شهر رفتن و تا پس برمیگردن اطفالشان به مکتب میرسانند به یک مدت و زمانی اونا ضرورت دارند از همین خاطر است که مکاتب تا بعد از اید رخصت خود بودن و انشالله بعد از اید ما کماکان دروسی خدا آغاز میکنیم بله اگر از فرا بگذاریم بریم به طرف اولاعت های دیگه که معارف در کدام اولاعت های افغانستان مثل فرازی را تهدید می‌کند. متاسفانه به هر اندازه که تهدیدات بالا میره گراف تهدیدات بالا میره با همان اندازه گراف خطرات متوجه به معرف هم بالا میره. ما من... بله. دیروز قبل از اینکه مکتب ترک کنم آخرین گزارشی که برای ما رسید حدود 16 مکتب ما دیروز نظر به می تهدیدات در ولایت تخار در خواجه باودین و در قد بسته شد و امیدوار هستم روز باز شود یا در روزهای نزدیک باز شود در مناطق دیگی که امنیت وجود نداره ما متاسفانه زیر تهدیدات شدید هستیم از ولایت لوگر دیروز برای ما یک اختارنامه و یک چیزی رسید از طرف نیروهای مسلح مخالف دولت بلد. که اونا خصوصا مکاتب دخترها را تهدید کرده بودند که دخترها بعد از سنف شش باید به با مکاتب نروند و فلان 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 شرایط باید در مکاتب عملی شود به هر اندازه ای که اختشاش میشه که از معرف صحبت بکنی. در غزنی ما امسال بسیار خوب هستیم در ولسوالی نوا ما برای اولین بار امسال 12 مکتب افتتاح بازگشایی کردیم مواد آموزشی را هم برشان رساندیم نو از چندین سال مکتبش مسدود بود این سال مکاتبش باز شد در چند سالی که حال جنگ جریان داره ما خوشبختانه گزارش از صدمه به مکتب و یا هم گزارش از مسدودیت مکاتب نداریم امیدوار هستیم وضعیت بهتر شوه و مکاتب هم هیچ نو آسیبی نبینه و مسدود هم نشود. ولی در مناطق دیگه مثلا از ولایت ننگرهار در مناطقی دایش نفوذ دارن و یا هم در مناطق دیگه افغانستان مثلا غور و بادغیس در بعضی از محلات شدیدن در ولایت مثلا قندوز و بغلان ولایت زابل، روزگان، هلمند و کندهار تا به حال متاسفانه تهدیدات موجود هست ولی خوشبختانه با وجود همه از این موضوعات ما فعلا در حدود چیزی بالاتر از 9.24 میلیون شاگرد در مکاتب داریم حدود 17800 مرکز تعلیمی ما در تمام افغانستان باز هست و کل جد و جهد وزارت معارف افغانستان می است که روند به پیش برود آقای اکمل در نتیجه این نامنیا که در بخش های گوناگون افغانستان هست آیا آماری در دست دارین که بیش از چند میلیون شاگرد از فراگیری دانش به برآمد؟ ارقام تخمینی که پیش ما وجود داره و پیش ادارات که با ما همکاری میکنن بین 3 الی 3 میلیون طفل تا به حال هم اونا از دسترسی به تعلیم و تربیه محروم هستند تنها عامل از این محرومیت جنگ نیست خاطر از اینکه در شهرها هم ما هزاران طفل دختر و پسر میبینیم که اونها به مکتب نمیرن فقر و مشکلات اقتصادی یکی از عوامل بزرگ دیگی است که شما در می شهر کابل هم اگر بگردین هزاران دخترک و پسرک میبینین که در روی سرک بیچاره ها کار میکنن به جای که بران به مکتب و یک مشکل مشکل فرهنگی است که متاسفانه یک فرهنگ بسیار بدی حاکم از بین فامیل ها در همین شهر کابل هم شما شما شاید هزاران خواهرای ما را ببینید که اونا بعد از سنف ش یا 7 یا 12 به تحصیلات و تعلیمات خود ادامه داده نمیتونن یعنی این مشکلات هست که حدود سی ۳ 3 میلیون طفل نظر به تخمین ما از رفتن به مکتب محروم هستند کزار هستیم جناب کبیر حقمل رئیس نشارات وزارت تشکر از شما این هم بود داشته های برنامه امروز ما در پایان هم خواهش ما ای است که در افتاری دعا بکنین به رو هموطنان ما که نیازمند دعا هستن ما را هم از دعای خیرتان فراموش نکنین تا دیدار فردا میتونه بالای یک تا به هم تا توبی مسپاریم گوشه دیگر همکارا مریم خرمی و پایان برنامه امروز رسیدیم تشکر از نظریات شما در فیسبوک از محصولات وطنی استفاده کنین انرژی پارتی تمهای مختلفی داره و هر طعمی را که دوست دارین میتونین خریداری کنین وقت خوب و خوش بر همیتون میخوایم خدا نگهدار